بار. اوسام الان میاد، فکر کنم میگه 200-300 تومن. 200-300 هزار تومن؟ خب آره دیگه بابا، من یه هفته دیگه عروسیمه، برام جون میکنم سروسات عروسی رو ردیف کنم. گفتم بیای کوچه پشتی اوسام نفهم. میدونی چرا این همه به تخفیف زدم شادومان؟ آخه خودمم امروز از جشن نامزدی بود. مبارکه. خیلی ممنون. دسته همه میسوزه جز اوسام، نصف کردی منفعت مغازم. حالا این دفعه رو شما ببخشید. همین که گفتم امروز جشن نامزدیمه، اگه بیرونم کنین همه چی به هم میخوره. بجا رو پوشتو درار، بزن به چاک. اوسام اوسام آدمی که کرک بزنه. شما چیه؟ ساده نباشه هم یه بفرما حالا که بیکار شده بیا با بالا غیرتن اون زیف ما رو بکش بالا. بیا رو بابا. به من میگن اوز رستم، نه بلیگ چغلر. چرا واسدید من نگاه میکنید؟ برید رو موتور بیارید پایین تا صاحبش نیومده. چرا من باد میزنی؟ برو موتور بیار پایین. آخ 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 برسم بیارید برسم بیارید. دلش ما بیا بیا زیاد به قول خودش هم آرام بخش هم نشاط آور، بیشتر حال میکنه. برو بهش بده. نمیخواد زحمت بکشین، بیاین اینجا پلو خودم بشینی. آخه اوستان مشتری میاد. بوره بابای مشتری. آی عروس و آی دوما، آی گل های نش گفت. آی عروس آی دوما، آی گل های نش گفت. آی عروس افتخار آقا بابا. آی گل های نش گفت. آی عروس آی دوما. سیداش نگاه کن آدم هست. ببین دادا، اشکال تو اینه که همین یه بچه رو داره، به خاطر همین نمیتونی دل ازش بکنی. خب خنده داشت، من برای لیلا هم پدر بودم هم مادر. اگر قرار بود راحت بدمش دست این پسره، خب میدنمش دست اون خواستگار دوم کلوفته. آقا فتح‌الله خان رو میگی؟ آقا درسته که سیبیل نداره، ولی در عوض 3 تا سوپر داره. حیقون داره حاضره نیم دون یکی از سوپراشو بندازه پشت قبال لیلا. خب ببینم مطمئنی؟ آفت ولی خیاله جمع جمع؟ بله مطمئنه مطمئن، یعنی با چش خودمون دیدیم که اوسر انداختش بیرون. خیلی خوب اینه میگردم. فقط یه چند تا دیگه اگه بذاری روش معامله شیرین‌تر میشه. ببینم دیگه چی کار میکنیم. باز چه حالا میبینیم، حالا میبینیم. خیلی خوب بریم تو بخش. اینا چی کار میکنین؟ اینا چی میگن؟ نمیتونم چی میگن؟ میگن اون صاحب بیرونت کرده. بی خود میگن آقا ماشالله. حرفمون شد خودم اومدم بیرون. بسته دیگه، نامزدی بی نامزدی. من دخترمو به یک آدم بیکار نمیدم. آقا کی شما رو دعوت کرده اینجا؟ آقا ماشالله. نخه آقا فتولا بی خود کردن اومدین. شما رو من رو والا انام ما چی شد پا؟ چرا واسدین؟ روزنامه مشتری جامو. آقا روزنامه تو آقا حالا خودتون
یکم از انعام امروزم. رجب اینه اون سیبه که از وسط نصف کرده باشی. کی شبی سیبه که نصف شده؟ مداد داری؟ نه ماجیک دارم. داشتین میکشینم داری چیا؟ اینجوری ماشین میرونم؟ من چه؟ قابلم ترمزش نمیگیره؟ یه ترمزی نشونتون بدم؟ حقته بخور تا تو باشی دیگه نگی واسه امیر خبر خوش ببری. خبر خوش؟ بچی؟ اوسا گفته برگردم سر کار. آقا رو در تا مثل اوسا رو از این بعد باید بذاری سر کار. روزنامه نشون شده. این چیه دیگه؟ چرا به شکل منه؟ حالا اینجا رو بخون. قراره به این بابا بعد یه مسابقه 2,000,000 دلار جایزه بدن. شب قبل از مسابقه ایشون رو میندازیم، شما رو میذاریم یایشون. عالیه نه؟ اون از چهاریتون تو مکانیکی. حالا میخواین با این نقشه مزخرفتون بندازینم گوشه زندون؟ بریم کمشن، لازم بارسم خیافه نهستی تو ببینم. بریم کمشن کمشن نمیشه بریم کمشن. نامزه تو هم که به هم تدیم. بریم از چه دلخوری؟ نه خیلی هم خوشحالم که نامزدیمونو به هم زدی. من به هم نزدم که، همش تقصیر اون دوتا جونور بود. بابات هم که با اون سیبیلاش اینو میرغزم گذاشت دنبالم. چی شد یهو جن دیدی؟ نه خیر منو دید. سلام بابا جان، حالتون خوبه؟ سلام و زهر مار، تو اینجا چیکار داشتی؟ داشتم رد میشدم، گفتم یه سلامی هم به لیلا بکنم. داشتی رد میشدی؟ اونم به شکل کاماندوی. حالا نشونت دیدم. نه بابا جان، نه نه نه، حالا نشونت دیدم. نه بابا جان. سلام عبابی تشریف دارن؟ عزم آقای خسرو ماجدی داور بین‌المللی کشورمان به عنوان بهترین داور آسیا شناخته شده. بروش در رابطه صحبت‌های آقای ناسوتی ریاست کمیته داوران را می‌شنویم. جایزه 2,000,000 دلاری فیفا یک هفته دیگه در روز جمعه و پس از فینال جام حذفی که خود آقای ماجدی اون رو قضاوت خواهند کرد به صورت نقدی بهشون اهدا خواهد شد. اسخر من این موفقیت رو میشه یه روزی بشه ما هم یه زنی داشته باشیم، بچه داشته باشیم، بچه هامون با پلی اکسیشن بازی کنن، تو بانک حساب باز کنیم، یه ماشین روز روز داشته باشیم. ولی ترمزش بگیره ها؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ ما باید امیر رو راضی کنیم. جیگردار بریم جلو. 2,000,000 دلار هر روز امین برداریم. خبری که توجه فرمایید، آقای خسرو ماجدی داور موفق کشورمان فردا صبح وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد شد. آقای ماجدی من این موفقیت بزرگ رو بهتون خیلی تبریک میگم. واقعا چه شباهتی. آقای ماجدی از این که بهترین داور آسیا شدید میگی به مامان بزرگتون هدی؟ معلومه که هیچ حرفی هم از من نمیزنی. خب تس الان شما ماجدی این درستی که میگن، شما به نزدیک شدن بازیکن به خودتون کمی حساسیت دارید. منظورم اینه که نه خیر جانم، این همه شایعه است. آقای ماجدی ببخشید یه سوال خصوصی داشتم. حقیقت داره شما میخواین به زودی ازدواج کنی؟ بله من قراره به همین زودی ها ازدواج کنم. مرسی. من خیلی خوبه، مجردم است. نگفتم این دیگه برای تو پدر نمیشه. یالا بریم. فکر کنم برای نامزدش خریدم. از کجا فهمیدی؟ خب
خب دیگه بالاخره ما یه چیزایی میدونی. این چیه؟ کسی نمیدونه. بالاخره عمل کردم. دکتر گفته تا یه مدتی باید جات نرم باشه. جناب رئیس، حیف نمیدونستم. وگرنه تو مسابقه اعلام میکردم. اون وقت منم به خبرنگار میگفتم که حساسیتت شایع نیست. علی سلام. سلام. همین الان تو فکرت بودم. منم همینطور. رسیدن بخیر. راستی جایزتون هم تبریک میگم. همش متعلق به شماست جانم. چه دست و دلباز. حالا بگید ببینم خوش گذشت؟ اختیار داریم. بی شما که خوش نمیگذره. پس چرا یه کاری نمیکنی که هر جا میری منم باهات بیام؟ اتفاقا تو همین فکرم بودم. تصمیم دارم بیام خواستگاریت. تو از این حرفا خیلی زدی. این دفعه دیگه حرف نیست. راست میگی؟ البته که راست میگم شیرا جان. مرسی. ای نابولا. ببخشید. سلام آقا، رسیدم بخیر. خوش گذشت. به تو مربوط نیست. نبودم دست گلی که باب نداده. نه آقا، همه چی مرتبه. خیلی خوب، صد تومن بده. بفرمایید. دیگه رفته چی بخره؟ آیکیو مغازه خودشه، رو شیشه رو بخون. آقای مجرد، زعفرونی فرد علا مختص جلاوالی قربان. نمیخوام جانم. آقا بلم کن جانم، بلم کن. زعفرونی بالاخره رامت میکنم. به من میگن داور دوز. رجب ها بل خیلی زمان دادم شمس الله. این حرفا چیه مگه تو غریبه ای؟ خدا حافظ. خسرو جان. بله. یه خواهشی داشتم. میخواستم جایزتی که گرفتی یه 200 میلیون تومن شو بده به من. 200 میلیون تومن؟ واسه تأسیس آموزشگاه داوری میخوام. 6 ماه هم پست میدیم. بذار روش فکر کنم. خیلی خوب. میخوای برم یه سر گوشی هم بدم؟ آره برو، خوبه برو. چه کار داری اینجا؟ ها؟ با این داور بین البلی آقای ماجدی کار داشتم. نکنه اومدی جایزشو بدی؟ نه. خب بله، البته باید اول بدونیم جاشون کجاست تا بعد براشون جایزه رو بفرست. طبقه اول میشینه نمره 1. خوش به حالش، ما نمره 4 میشینیم. از پا میافتم تا اینا رو ببرم بابا. آخی من خودم فدا چم مادر جون. خیر ببینی الهی. لیلا معلومه تو کجایی؟ دنبال کار میگشتم. همه زامن میخوام. فتولا نیم دونگه دیگه گذاشته رو مهریه. بیداد بیداد، یعنی شد یه دون. درمار کردن پدر جان هستن؟ نه خیر نیستن. تو رو خدا یه کاری بکن. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ نه خیر، برای اون کار نیومدم. اومدم بگم پیش گوسا پادرمیانی کنین، دو مرتبه برگردم سر کار. از این به بعد هرچی انعام گرفتم مال شما دوتا. نه خیر جون امیر، راه نداره. اون صد دستت خیلی شکاره اصلا. حالا شما بگین، ضرر که نداره. اتفاقا خیلی هم ضرر داره. بله. اون سالا آتیشش تنده. بخوایم بگیم بعد بذاریم یه 7-8 ماه دیگه. بله. 7-8 ماه؟ شادم یاسا. راست میگه، همینه. حالا بیا تو خودمون، بیا چای بخوریم. بیا عزیزم، بیا تو یه چای میخوای؟ بیا بابا.
بابا شماها اهل فوتبالین، چیکار داره به من که تا حالا نمیدونستم توپ گرد یا دراز؟ اون وقت بیام بشم داور، اونم بینون مللی؟ اون با خود من دو سه روزه یادت میدم. این ناب خوردنه، این کار دزدیه نمیدونین؟ بابا پول مال خارجی ها. تازه اینا برای فیفا پول خورده، وقتی بفهمم ما پولو برداشتیم میارم با بهره به ماجدی پسش میدم. آره اسخر، 2 میلیون دلار به پول خودمون چقدر میشه؟ میشه 1.8 میلیارد و 900 میلیون تومان. یعنی نفری 600 میلیون گیرمون میاد؟ اینو 1 میلیاردش مال امیر آغاز که اصل کاریه، 700 میلیون مال منه، خورده پورداشم مال توه. همین؟ بعدشی؟ فکر بعدشو کردیم؟ پولا رو بگیریم میریم اون برای آب دیگه. آره برای لیلا و باباشم یه جفت بلیت فرز گلاس میگیریم. یار مبارک. اگه فهمیدن من اون نیستم چی؟ بابا از کجا بفهم؟ اینا خودشون اومد. رجب زیادش کن، زیادش کن. بیا. بسیار مشکل ظریفیه و محل تلاقی نقطه نظرات مختلف. بنابراین باید مشکلات رو با مذاکره حل کرد. این روزا همه همین کارا میکنن. باید یادمون باشه فوتبال امروز یه علمه. عنایت دارین جانم؟ خره تو انقدر شبیه خودشی که اگه خودشم خودتو ببینه فکر میکنه خودشی نه خودت. خر خودتی، من میدونم تو دهنمو وا کنم اولین نفری که منو میبینه میفهمه من خودش نیستم، خودمم. خب امی جون که کاری نداره، باید لفظ قلم حرف بزنی. آره با کلاس فقط بگو جانم جانم، عنایت داری جانم. من نیستم. صبر کن، صبر کن، باشه صبر کن. برای چی؟ صبر کن رجب، نزوزه نسترن با تو دل من رجب توی گل خونه ی یاما. سلام جانم. سلام آقا، حال شما خوبه؟ بد نیستم جانم. جناب عالی چطوری جانم؟ جناب عالی؟ من چیزم دیگه، منو نمیشناسی جانم؟ چرا؟ آقا شما خیلی عوض شدین. عوض شدم؟ کجا ما عوض شده؟ من همین الان خودم تو آینه ماشین نگاه کردم، کاملا شبیه یعنی شکل خودم بودم جانم. ظاهرتون رو نمیگم آقا ماجدی، باطنتون کاری که عوض شده. باطن که زیاد مهم نیست جانم، مهم ظاهره که درسته. عنایت دارین جانم؟ بفرمایید. 100 تومن بسه؟ 100 تومن؟ مثل همیشه دیگه، اگه کمه اینم 100 تومن دیگه. دست درد نکنه جانم. آقا ماجدی میشه جمعه نرم انبار بیام استادیوم مسابقه رو ببینم؟ خواهش میکنم جان.
کدوم مسابقه؟ فینال جام حذفی دیگه، همون که قرار جایزتون آخرش بهتون بدن. آه اونو میگی؟ باشه جانم، در مغازه رو محکم ببند و بیا جانم. راست میگید آقا ماجدی، جایزتون رو گرفتید، میشه به هم فهم بدید؟ راستیتش میخوام زن بگیرم. آره جانم. آقا ماجدی میشه پول اضافه کنم که طلب کنم بدیم؟ چرا نمیشه جانم؟ الان پیدا میکنم صورتشو بهتون میدم. بده جانم. اصغر چیه؟ چه افتخاری آقای ماجدی، بفرمایید بفرمایید. جمع شده 420 ساعت چه میکنه به عبارتی 215 هزار تومن. این چیه؟ صورت اضافه کاری می دیگه. بده شما بفرمایید. یه جلو به جای این حساب کتابا حواستو به مغازه جمع کن. اینا چیه دیگه؟ مگه پول نمیخواستین؟ یکیش بسه، اون یکی رو بذار تو صندوق. چش. من دارم میرم، جمعه یاد نمیره. با نت میگیری تمام جنس های انبار رو منتقل میکنی مغازه. ولی شما همین الان؟ بله. بس با من ازدواجم. چی؟ هیچ. چش. ماجدی رفت. قربان جلو کباب زعفرونی فرد علا مختص خودتون. شما اینجا که افتخار ندادید اقلا تو دولت سرا میل بفرم. قربان بله بله، برای دولت سرا مناسبه. آقای ماجدی بگیرین دیگه، دستشون رد نکنین. میگیرم فقط واسه اینکه از سیبیلات خیلی خوش آمده جانم. قربون آقا، چه خوب شد خوشمون شد، طرف خر خودمون شد. دومین خطای شدیدو که کرد، دومین کارت زردو میگیره از زمین اخراج میشه. من که یه دونه کارت زرد بیشتر ندارم. بهش نمیدی که بره، اینجوری نشونش میدی، بعد قرمز میدی از زمین اخراج میشه. بفرمایید نهار حاضره. الو سلام لیلا. نه جدی میگی؟ باشه میام. خب بس چی ها میام؟ امشب باید بری جای ماجدی؟ فتولا خبل قراره ساعت 4 بره خواستگاری لیلا، من باید برم خونه شون. با کدوم سیبیل؟ ای داد بیداد، شماره این حمید زاغول رو باید تو دفتر تعمیرگاه داشته باشیم. ها همون مشتریمون که تو کار سیبیله. نه جنس سیبیلاش خوب نیست اصغر، سیخ فامیسه. بعد عجب زود باش فتوله اومد. صاحبه من رو نکن کام زود باش نیفته. این وقت من چشم که با چسب مخصوص چسبوندمش. تو خجالت نمی کشی؟ با این سن و سالت، با این شکم گندت، مگه لیلا همخطه توی که میخوای باشه عروسی کنی؟ به تو چه مربوطه؟ مول دارم، سه دهنه سوپر دارم، زن جوونه میخوام بگیرم. تو غلط میکنی؟ با منی؟ شما ها؟ ما از دایره تیرایی هست. بچه ما جایه با آقا امین بی این نوم از سلام، سلام. چقدر عوض شدی؟ عینکت کو؟ عینکم؟ عینکم رو میخوام چیکار؟ چشمام خود به خودی بهتر شد. ولی تو خیلی عوض شدی. خب هم به خاطر عینک، هم موهامو کوتاه کردم. ظاهرت که آره، اما من باطنتو میگم. تو چشات میخونم میخوای یه چیزی به من بگی. آره؟ میمیرم برات. منظورم این نبود. غیر از این؟ آره. خب آره، میدونی راستش امشب میخوام دست به کار مهمی بزنم. میخوام به خاطر خوشبختی. لیلا جان چیه دم دست؟ چرا نمیای تو؟ این شده چیزی؟ اون اینه چی بود که میزدی؟ تا
تازه سیبیلت خودشو نشون داد. خیلی ممنون. ببینم این دایی پول داره که تازه جا مرحوم شده و ارث کلونی برات به جا گذاشته، تا حالا کجا بود که ما ندیده بودیمش؟ اون برا شما هم کاراتون رو بکنین، همین روزه باید بره. انشالله. کار مهم امشب چی بود نگفتی؟ بفرما، اینم دو. تو قاشی کن آقا ماشالله. بله با دست خودم درستش کردم. با اجازه. نوشت جان. موچه تو گرفت. حالا نشونه سوء تفاهم شده. حالا جدول یه جوری تنیم شد که بعد از مقدماتی که ما استرالیا رو 11 هیچ بردیم. سلام سارا جون، چطوری عزیزم؟ خوبم پدر جون، دلم بسید یه سره شد. یه بوس میدی به پدر؟ آره. کی میای پیشم پدر؟ فردا یه مسابقه مهم دارم، پس فردا میام دنبالت، با هم بریم بیرون. دعا میکنم که مسابقه خوب بشه. کیه سارا؟ پدره. اون زنزه؟ آره یعنی نه، من به پدر. پدر اگه اون پدر بود که یادش میمون یه دختری هم داره، مردشوری هم چون پدری رو ببره. بهتره بره این برومر دنیا داوریشو بکنه، این برومر دنیا سوتشو بزنه. اون اصلا بچه میخواد چیکار؟ اصلا غلط کرده با تو صحبت میکنه؟ زن احمق، الان بهت نشون میدم که غلط کرده. الو جیرا جان، سلام. سلام خسرو، تویی؟ میخوام اگه اجازه بدی همین امشب بیام خواستگاری. ولی مامان بابا امشب نمیتونن بیان. میخواد بیاد خواستگاری. البته یکی از دوستای خیلی خوبم امشب پیشمه. چه خوب؟ پس میام. باشه، پس ساعت 8:30 منتظرتم. عجب. بابای لیلا چی بگم؟ الان که رفتی جای ماجدی میلیاردر شدی، اون وقت میبینی بابای همین لیلا چه جوری جلوت خم راست میشه. من که هنوز آفساید بلد نشدم. الان میریم تا 2-3 دقیقه دیگه از خودش میپرسیم برات. برو دیگه. ها؟ کجا؟ عجب. باقیشو چی یاد گرفتی؟ کورنر چی بود؟ ها، به کمک داور مربوط میشه. آفرین. فقط اینو یادت باشه، حرف اول و آخر رو تو زمین داور میزن. اینو خوب بلدم. خاموش. آقا اومده ماشینش الان تو پارکینگه. بیا موبایل استاد دستت باشه، تا زنگ نزدیم از ماشین پیاده نمیشی. ها باشه. باشه چی؟ جانم. سلام، بفرمی. دست درد نکنه مادر. چی هست؟ چلو کبابه. قبول باشه انشالله. خواهش میکنم. فقط من یه زحمتی براتون دارم. من چون باید برم نظریهای دیگر رو بین بقیه تقسیم کنم، وقت ندارم. این نظری بر آقای ماجدیه، شما بهش بدید، بعد من میام خودم بشقابشو میگم. باشه نمی. خیلی ممنونم. شما این خانم عاطفی؟ این چیه؟ نظریه، برای شما آوردم. بعد منم آوردم چلو کبابه. بعدم گفتم میام ظرفشو میبرم. به به، چه به موقع. دست شما در نکنه جانم. متشکرم. همون شخص نیکوکاری که بفرمایید جانم. اومدم ظرف نظری رو ببرم.
خیلی متشکرم، لطف کردیم. قبول باشه جانم. خواهش میکنم، نوش جانتون. ببخشید دیگه این زعفرانش کم بود دیگه. متشکرم. قربان شما، خداحافظ. چه مرد مهربون دیسو گرفت. خاک بر سرت بابا، یوس دیسو مات بودی. الو، من اوش رستم هم میخوام ببینم گوشی من کدوم ماز. الو الو الو، همین منم. رجب کمک خواهش میکنم جانم، من دست نزنید، من حساسیت دارم. حساسیت برای جانم. منتظرم بیان ظرفشونه بدم، همچین که اومدن شما رو هم خبر باشه. جانم اتفاق که نیفتاد ها؟ نه، فقط اوش بستم دنبال دوز موبایلش بود. چقدر شبیه منه. موبایل اوستا رو بدم. این ساعت ما جدی، این هم موبایلش. همکنون به بخشی از مصاحبه آقای ماجدی توجه فرمایید. بله، من قراره به همین زودی ها ازدواج کنم. به مجبور شما سارا، داوری کار بسیار مشکل. پاشو لباستو بپوش بریم، شه بابات ماهیانه تو بگیر. بنابراین باید مشکل اون ماهیانه بده نیست مادر. این همه همین کارا. آقای ماجدی سلام. جناب سلام. آشنان؟ بله، از حمالان استادیوم هم جانم. شبتون بخیر. شب بخیر جانم. خدا حافظ جانم. اصغر، حالا چجوری ازش حرف بکشی؟ تو کاری نداشته باش. ها؟ ها؟ اصغر، قرار نبود خونی ریخته بشه. خون چه بلم کن؟ دیوونه شدی تو. دوشو قرار ما پول بود نه خون. رجب نه. هرچی ازت پرسیدم مثل بچه ی آدم جواب میدی، وگرنه از پایین شروع میکنم. اصغر باقا به من نکن، حرف بزن. ها خلاص میگه دیگه، حرف بزن. اصغر چه میگی؟ خواهی که دهنش بسته بیچاره. خب خب رجب باقا. خب توی هست فرد، ترسیدم. خوب گوش کن ببین چی میگم. فردا ساعت 2 بازی شروع میشه. ساعت 12 از طرف فدراسیون یه ماشین میاد دنباله که 2 نفر توشن. گوش میدی؟ گوشم با توه. آها، 2 تا کمک داور داری. یکیشون سیبیل داره اسمش قربانیه، اون بی سیبیله اسمش فطریه. قربانیه فطری؟ آره، عید فطر و عید قربون یادت داشه حله. عید قربان قربانی، عید فطر هم فطری. یاد گرفت. گوش کن، لباس و سوت و ساعت داوری و باقی چیزام توی یک کیف مشکیه توی کمد اتاق خواب. فردا باید با اون لباس داوری کنی. یه دونه 10 تومانی واسه اول بازی لازم داری.
آسی نیروی دستمانی از کجا پیدا کنم؟ بابا تو وسایل ماجدی بگرد پیدا میکنی دیگه. چیزی؟ اتفاقا مشکل که با من تماس بگیر. آره آره خدافظ. رجب خیلی حال میده اسکر. میدونی یه احساس نشاط آوری داره. عزیزم پایین فنجونت یه بیل میبینم، انگاری دستش شکسته. من دیگه تحملشو ندارم، باید برم همین الان تکلیفمو با این آقا روشن کنم. عجله نکن، فقط یه ساعت دیر کرده. بشین تا بقیه فالتو بگم. افی جون عزیزم میشه دیگه حرف نزنی؟ وا یه باره بگو خفه شم دیگه. هر جور میلته، باید برم. پس منم میام. چی شد؟ چی شد جانم؟ چرا وقت عمل که رسید جا زدی؟ وقت عمل؟ مگه نگفتی امشب میام؟ امشب میام؟ کجا؟ خونه من دیگه. خونه شما؟ واسه چی؟ یعنی تو نمیدونی واسه چی؟ خدا شاهد اگه من اصلا اهل این حرفا باشم کن. چی داری میگی؟ مگه قرار نبود امشب بیای خواستگاری من؟ خواستگاری شما؟ آره؟ خودت گفتی ساعت 8 نمیام خواستگاریت. من به هر چی نبدترم فهمیدم، حتما اشتباهی شده. منظور مگه آزار داری خانم؟ توف به روز بیاد نامرد، تو چطور دارت اومد با یه دختر معصوم هم چی کاری رو بکنی؟ مگه چی کارش کرد؟ یعنی چی کارش کردم جانم؟ چی کار می‌خواستی بکنی؟ تو قلب اونو شکستی. قلبشو می‌شکست. سلام دختر جون، با کی کار داری؟ دختر جون؟ بس چی بگم؟ پسر جون؟ واقعا که من مدام ماهیانه رو بگم، زود بدیم بده. ماهیانه؟ بگو بابات بیا. بابام؟ سرایدارو ساختمون دیگه جانم، ماهیانه رو که دست بچه نمیدن. حالا دیگه من شدم بچه سرایدار ساختمون؟ چه ایرادی داره جانم؟ من خودم بابام درمون بود، آدم هیچ وقت نباید از کار پدرش که خجالت. سارا چی شد عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟ منو نشد گفت تو دختر سرایدار ساختمونی. پدرت گفت؟ آره ماهیانم هم ندار. گریه نکن عزیزم، میدونم باش چیکار کنم. نکنه یه وقت سرش به چیزی خورده که همه چی رو فراموش کرده. شاید هم به قول تو خاطرخواهی یکی دیگه شده. یعنی کی؟ چه میدونم کی؟ یکی که تو همین 2-3 ساعت گذشته دیدتش. 2-3 ساعت گذشته؟ کجا؟ تو همین ساختمون. از ساختمون بیرون نرفته غروب تا حالا. ای من خدا نه تقصیر من چیه عزیزم؟ بعضی مرد از زنهای چاق خوششون میاد. من تو رو میکشم. آخه من این سنگ زدی بگی لنزا زیاد میکنه. برای این در نزدم که اسخر. ببین ام ماجدی بپرس که قضیه این خانم همسایه و این دختر بچه چیه، اسمشون هم سوال کن. راستی یادم نرفته آفسایدم بپرس. باشه تا تو به چشاد استراحت بدی من میپرسم بهت خبر میدم. خب در تو باک رو باک رو بگو. آه 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 باجوییه؟ آره نگه باجوییه. برای اولا نه جانم نیازی نیست. جانم نیازی نیست. یا پیغمبر این دیگه کیه؟ نظام کن زمین گرم بخواهی رجب. پولیس در رو بخواهی رجب هم چیکارت کنه از خر پولیس؟ آفری ماما همین جوری بزن. شما مطمئنی تو خونه هست؟ در رو پولیس خودم رو به در حرف زدم. به نام قانون در رو باز کنی. بس که در بازه می کنیم. بریم
این بار به حکم قضایی بفرمایید. غلط کردم جناب سرور. دور بابا همش تقصیر اون دوتا بود. مثل که در باز کرد صداش میاد. خدا شاهد من اهل این حرفا نبودم، گولم زدن، منو اخفال کردن. اینو راست میگه جناب سروان، من میدونم کی اخفالش کرده. شاید به من مربوط نباشه میدونین، ولی وقتی ناراحتی سارا رو دیدم دیگه نتونستم تحمل کنم. عجیبه، شما که اینقدر شرم و حضور داری که حتی روتون نمیشه در باز کنی با زن بچه‌تون روبرو بشین، چطور دلتون میاد که ماهیانه دخترتون رو ندید که ایشون مجبور بشه این وقت شب با مامانش بیاد سراغ پلیس؟ ماهیانه دخترم؟ آره که پدر خودت گفتی نمیدم. من غلط کردم، یعنی باید شوخی کردم. هر چقدر خواستی هم به خودت میدم هم به مامانت. والا رفتار شما رو هر کسی ببینه اصلا باور نمیکنه که از خانمتون جدا شدید. جدا شدم؟ غلط کرده اونی که جدا شده. زود بیاین تو، بایستی مشکلات رو با مذاکره حل کرد. این روزا همه هم این کارو میکنن. راست میگی پدر. روغم چیه؟ زود بیاین تو دیگه، مزاحم جناب سروان نشین. بیاین تو؟ خب بله دیگه. یعنی منم بیام؟ خب معلومه جا، یعنی عزیزم بفرمایید. عرض نکردم بهترین راه حل مشکل مراجعه به پلیسه. ممنونم آقای پلیس، 110 بار مرسی. با اجازه. سعادت من باشید. ببخشید جناب سروان، می‌خواستم بگم این قضیه ماهیانه چجوری بگم؟ چیه؟ شما مشکل ماهیانه داری؟ بله، نه خیر. یعنی منم نمی‌خواد؟ تو چی میگی دیگه؟ بذار زنش بره میدونم باش چیکار کنه. البته اگه بره اونم این وقت شب. زنا رو که می‌شناسی، ناسلامتی خودمون هم زنی. من برم یه چیزی براتون بیارم بخورم. چی شد؟ هیچی، از خوشحالی. نه که شما برگشتین. مامان اینقدر با مهربون شد، خیلی خوشحالم. منم همینطور. هیجان زده است، بهتره به خودمو نیاریم. میشه پدری دخترشو دوست نداشته باشه جانم؟ مامان مریم و چی؟ مامان مریم هم دوست داری؟ عجب. چیه؟ چرا یه طوری نگاه میکنی انگار اولین باره داری من میبینی؟ آره خب، یعنی نه. چرا نمیگی مامان مریم رو دوست داری یا نه؟ اون بابایی که همچین مادر و فرزندی رو دوست نداشته باشه خیلی خره. کی؟ بابا، یعنی خودم دیگه جانم. ناراحت نشی پدر جون، مامان مریم هم بعضی وقتا میگه بابات خره. حق داره. راست میگی، بس قول بده دیگه با مامان مریم دعوا نکنی. چی میگه شما پدر دختر به هم دیدی؟ هیچی ما... پدر جون، اگه واقعا منو دوست داری با مامان مریم عاشق کن تو با هم زندگی کنی. من که با مامانت قهر نیستم جانم، اون با من قهره مگه نه؟ سارا جون اینقدر پدرتو اذیت نکن. حالا با مامان مریم عاشقی میکنی؟ گفتم که من باش قهر نیستم، اصلا برگرده قدمش روی چشم خسرو. راست میگی خسرو؟ معلومه از یعنی جانم شما، یعنی تو باید خسرو رو ببخشی، اون هیچ وقت شوهر خوبی برات نبوده.
اصلا بهتره فردا قبل از اینکه مسابقه تمام بشه شما وسایلتون رو بردارین و بیان اینجا تا با خسرو زندگی کنیم. اصلا باورم نمیشه خسرو. یاد اون روزایی میافتم که تازه با هم آشنا شده بودیم. چقدر به پای هم نشستیم تا به هم رسیدیم. درست مثل اون روزا. اصلا باورم نمیشه. خودم هم باورم نمیشه. لیلا. لیلا؟ من گفتم لیلا؟ خودت گفتی لیلا؟ نه جانم میخواستم بگم وا ویلا اگه فردا مسابقه تمام بشه و تو برنگشته باشی سر خونه و زندگیت. خب حالا بهتر زنگ بزنم آژانس بیاد ببرنتون. اینم ماهیانه. این که همش دلاره، چقدرم زیاده. قابلی نداره، مال خودتونه. پدر جون الان دیره. الو جون بکن زود باش. آخه زن و بچه ماجدی الان اینجا. چی؟ زن و بچه ماجدی اونجا، هم دخترش هم زنش. علی اونجا هستم. چند دفعه میپرسی؟ راستی اون خانم همسایه چی شد؟ میگه اسمش زیباست، قرار بوده امشب بره خواستگاریش. خواستگاری؟ آها. خیلی خوب جانم، کاری ندارین؟ نه، فقط برای اینکه گنده کار در نیاد امشب حتما خواستگاری این زیبایه برو. من؟ نه پس رجب بره. من؟ ای به خداحافظ جانم. میخواستم ببینم این شماره آژانس چند بودی یادم رفته. اولا ما امشب تصمیم گرفتیم اینجا بمونیم. هورا هورا میمونیم. سانیان جریان این خواستگاری چی بود؟ یکی از داورا میخواد بره خواستگاری، میخواست من راهنماییش کنم. حالا چرا تو؟ آخه نه که تو زندگی مشترکمون خیلی موفق بودم. ها وای ایفی جون، دستم به دامنت، یه کاری بکن. $2,000,000 داره دستم میره وا. از دستت یا دستمون؟ حالا 100,000 تاش هم میدم به تو. 100,000 تا مگه بخوایی به گدا پول بدی؟ حالا نظرت چیه برم یه سر گوشی آب بدم؟ بریم تنها. چه بویی گرفته اینجا رو؟ کجا میخوای بریم وقت شب؟ میخوام برم آشغال رو بذارم دم در دیگه. نمیدونم چرا امشب نیومدن ببرن. با این لباس؟ اگه لباسم چشه؟ قشنگه که. با کت شلوار 400,000 تومانی میخوای آشغال بری بذاری دم در؟ آخ این چیه؟ من با این کارگرای شهرداری رو درواسی دارم. چون الان مشهورم، همه منو میشناسن. سلام، خیلی خوش اومدین. سلام جانم. ببخشید این چیه؟ قابل شما نداره. معذرت میخوام. میدونید تو مواقع بایستی با یه دسته گل اومد، اما خب خودتون میدونید که آره شیطون دمه در بده. بفرمایید. خیلی خوش اومدی عزیزم. شما خواهرشین جانم؟ خواهرش؟ خب بهتون نمیاد مادرش باشین. مادرش؟ ببخشی شما راجع به کی دارین صحبت میکنین؟ زیبا جان دیگه. زیبا کیه؟ منظورتون جیلا هست؟ آره دیگه، همون زیبا جیلا، یعنی جیلای زیبا. میدونم ازم دلخوره، ولی میدونید دست خودم نبود. من بعضی وقتا اینجوری میشم، همه چی از یادم میره. خیلی خوب، اگه من رو نمیبخشه خیاری نیست جانم. من با عزتون رفع زحمت میکنم. نه نه بمون، بخشم. کجا؟ باشه. لایق نیستی. چرا همشه میکنه جانم؟ چیزی نیست، اخلاقش. بشین. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ من که اومدم خواستگاریتون. ولی قرارمون این نبود.
سارا و مریم تو خونه تو چیکار میکنن؟ تو از کجا میدونی؟ جانم تو خجالت نمیکشی؟ ناسلامتی بهترین داور آسیا شناخته شدی. یعنی چی؟ از این من میای خواستگاری من، از من میگی سراغ زن سابقه؟ دو تا دو تا من که رفتم سراغمون، اون اومد سراغ من. خب میتونستی راش ندی. خب سارا همراهش بود، دلش میشکست. آخرش کشی ها، آخرش کشی. تو باید تکلیف منو روشن کنی، یا من یا مریم. خب معلومه تو، من تو رو با یه موی گندیده مریم هم عوض نمیکنم. منظورم اینه که از بس سارا اصرار کرد مجبور شدم مریم رو بدم تو خونه. به خدا فقط همین امشبه، اگه فردا راش بدم. قول میدی؟ قسم میخورم به جون خسرو. خب دیگه کفشت درم خم. آره عزیزم. شب بخیر. شب بخیر. شما یعنی توی چرا نخوابیدی؟ دیر نمیشه خسرو جان، برات پتو آوردم. اه چرا پاچه پیژاماتو کردی تو جورابت؟ آخه میدونی تازگی سوسک اومده تو خونه، شبا این کارو میکنم که سوسک نره تو پاچم. خب معلومه دیگه، حتما به موقع ظرفا رو نشستی، به خاطر همینم سوسک اومده تو خونه. شب بخیر. عاقبتت بخیر. عاقبت منم بخیر. چیه زدنی رو پشتون؟ منتظر امیرم، میترسم بلایی سرش اومده باشه. دیروز که دیدیش نه ترسان و گرگ نمیخوره. خب همون حرفای دیروزش نگرانم کرده. حیف که داییش مرده و ارث کلونی بهش رسیده، وگرنه شوهرش میدادم به آفت الله. سلام آقا جان. خونه سلامت کردن. این دیگه چیه فتولیا؟ آخه امروز تلویزیون فوتبال داره. همه وسایلتون رو جمع کنین بعد برگردین، عجله نکنین جانم. امیدوارم داوری خوبی داشته باشی. خدافظ. هنوز نیومدن ظرفشون ببرن، همچین که اومدن خبری. باشه جانم. اسقر فکر کنم گوش نشه. بی خیال میخواد دهنشو باز کنیم داد و فریاد را بندازه بچه ای. آره راست میگه. بله. سلام لیلی خانم، خوب هستین؟ نه چطور مگه؟ نه ما کجا بدونیم؟ خونهش رفتیم سر بزنین؟ اونجا نبود، حتما باید با شماها باشه. نه با ما نیست، ما کجا هستم بدونیم که اون کجاست. اگه با شما نباشه یقین بلایی سرش آوردید، مثل اون دفعه که نامزدیمونو به هم زدین. اون وقت یه راست میرم کلانتری. نه تو رو خدا، تو رو خدا کلانتری نرین، ما آدمای محترمی هستیم، ما هیچ وقت تو زندگیمون دوشه. الو لیلی خانم صاحب، اجازه بدین شما نه رجب اطلاعی نداره، امیر همین دور و برا سلام پیداش میشه. بله قدمتون رو چشم، داره میاد اینجا. چی کار کنیم اسقر؟ سلام. شما اومدین منو برین استادیوم؟ نه خیر قربون، من همسایتونم، چلو کبابی داوردوست. یادتون نیست با دوستاتون اومده بودی 300 چلو کباب ناقابل تقدیمتون کردم؟ آها بازم چلو کباب آوردی جانم؟ بله قربون، قابل شماره نداره. چه سنگینه،
این چیه؟ میزشه؟ نخه قربان، زیر میزیشه. فقط لطف کنی امروز هوای سفید داشته باشه. هوای سفید؟ بله دیگه، هوای سفید. آه فهمیدم، شما طرفدار هوای پاک هستین. سوخت ارزون، آسمون آبی. آبی که نه قربون، سفیده ده شدون دونت بگردم، بقیهشم میرسه. مخلفاتش؟ بله قربون، مخلفاتش با اجازه. ولی مخلفاتش که الان میچن. افی مجده زن بچهشو همین یه ساعتی پیش رایی کرد رفت. پس بی خود نبود دیشب من همش خواب پول میدیدم. ماجدی هستم جانم، بفرمایین. اصغرم از فدراسیون نیومدن دنباله؟ نه. همه چیو برداشتی؟ آره جانم. ده تومانی و ده تومانی برای شروع بازی. برداشتم بابا، گذاشتم تو جیب کتم. مرد حساب مگه میخوای بری مهمونی؟ کوچلوار پوشیده. مرد حسابی باید بری مسابقه و تیپ اسپورت بزنی. من نمیفهمم چی به تو. الو زیبا چی شد؟ رفتی خواستگاریش؟ زیبا نبود که، ژیلا بود. ماجدی بهتون دروغ گفته. رفتم گذاشتم سر کار. الو چی شده؟ هش الو ده. 5 میلیونه. الو الو چی شد؟ الو اومدم دنبالم. قطع کرد دیگه. اومدم دنبالم. سلام شیلا جان. سلام و زهر مار. این کیه؟ همون زیبا جان دیگه. نه 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 خیر لیلا، یعنی منظورم اینه که یه تاکسی دختره. من چه میدونم کیه؟ آها این یکی چی؟ اینم نمیشناسم. چقدر شبیه منه. آها من نیستم، من که سیبیل و عینک ندارم. خب کاری نداره، میتونی بذاری یا برداری. من چیزم تو خسرو نیستی اصلا. شما پول دوست دارین؟ نه. پول؟ بله پول. بفرمایید. همش مال خودم. مال منم هست. تا دختر نیومده باید این قرصا رو بدیم بخوره. سه تاشو می‌ریزی این تو، برمی داری میاری اونجا، من میرم هوای ماجدی رو داشته باشم. آرامش بخشه. آرامش بخشه. آرامش بخشه. ولی مرد خوبیه، بذار بیشتر آروم شه. بی‌وفایی بی‌وفایی دل من از قصه بیرون داغون شده. بی‌وفایی بی‌وفایی دل من از خوش بیرون داغون شده. بی وفایی چند تا قرص میخوری؟ یه شیشه. بی وفایی خیلی خوب. اکتیب زدی نشو سنه جایزت گرفتی یه با مزده اونجا به ما بده. راست میگه. اومدین دنبال من جانم؟ آقای مجدی شمایی؟ آره جانم. بفرمی متشکرم. ببخشید آقای ماجدی، میخواستم بگم چند سال شما رو میبریم و میاریم، اگه ممکنه یه وام ازدواجی هم به ما بدین که سر و سامون بگیریم. عجب زیگیری شده این ازدواج جوانان، به پیرام سرایت کرده. بله آخه ایشون طرفدار سقفش هستن. سقفش؟ سقف زن گرفتن.
چند تاست جانم؟ چهار تاست جانم؟ همه تو کفش موندن، شما رفتی رو سقفش؟ اختیار داریم، این که تازه رسمیشه، غیر رسمیش که سقف نداره اصلا. سیخه که 99 ساله. چی شد؟ پیداش کردی؟ آره تعمیرگاه بودش، نیست که اوستا بیرونش کرده، روزای تعطیل یواشکی کار میکنه. بمیرم براش. یه بزن خوبی باش کن. سلام. تنت کنیم و... این چه وضعیه؟ تو چرا لباسات در آوردی؟ دارم گرم میکنم جانم، الان مسابقه شروع میشه. مسابقه چی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ این توی تعمیرگاه در واقع اومده بنزین بکشه، قاعده دو سه تا استکانشو قورت داده، یه خورده حالش خرابه. بله بله، اینجور مواقع آدم هم زبونش شل میشه، هم گرمش باشه، هم چرت و پرت میگه. دیشب کجا بودی؟ قرار بود چیکار کنی؟ خواستی کجا باشم جانم؟ رفتم حموم، صورتمو اصلاح کردم، بعدش هم میخواستم برم خواستگاری که این دوتا جونور دوباره چرت و پرت. آره بعد بر بخوابه. صبر کن ببینم. خواستگاری کی؟ خب معلومه، ژیلا، ژیلا جان. ژیلا؟ ژیلا کیه دیگه؟ چطور نمیدونی جانم؟ ژیلا جون منه، ژیلا عشق منه. این قاطی کرده، میخواد بگه لیلا میگه ژیلا میگه لیلا. شما نمیخواد هیچی بگید، از قدیم گفتن مستی و راستی نه؟ مستی؟ ژیلا این دوتا استکانه بنزین قورت داده. گرممه ژیلا. ژیلا با زهر مار؟ هاکون؟ میگم هاکون؟ میگه دهنش بو نمیده؟ عرض کردم که بنزین زود دوش میپره. حتما بیبوش و خوردش دادی داره؟ اصخه بیبوشم هست. خفه شو بجم. لیلا خانم بهتره که شما برید، این حالش بده. باشه میرم، ولی قبلش یه سوال میکنم، برای همیشه میرم. فقط یه سوال. راستشو بگو، از کی این ژیلا خانمو میشناسی؟ بگره با همین میکوبم تو ملاته. نزن جانم، میگم از وقتی که مریم رو طلاق دادم. زنم داشتی؟ اسخه دو تا سوال کردم. خفش رجب، گریه نکن جون سارا، گریه نکن. سارا؟ سارا کیه دیگه؟ دخترم. پس بچه‌م داری؟ فقط یه دونه جانم. بابام حق داشت امیر، تو دیوی. نه جانم، من خسروم. خاک بر سرت کنه که اسم دم عوض کردی. من میدونم و تو هیولا. تو مردی؟ اینجا دیگه هم نیست، بیا اینو ببین. بریم ببینم. ضمن تبریک تیپ جدیدتون، خواستم بپرسم با توجه به موقعیت بین‌المللیتون چند تا بازی دیگر رو میتونی قضاوت کنی؟ تا سقفش. سقفش چند تا هست؟ چهار تا. به نظر شما کم نیست؟ نه خیر، زیادم هست. میگن شما مخالف نقش مثبت کمک در بازی هستی. بی خود میگن، کمک باید بازی کنه، اگه نه آدم کمردرد میگیره. زمین که همش صاف نیست، جانم بالا پایینم داره، فقط کمک روغن زده رو باید عوضش کنه. اصلا اصلا همین بسی که کمکاتون اومدن. بای جزه هیچ کدوم سیبیل ندارن. شما این؟ پس چرا نمیان تو آقای ماجدی؟ آقای قربانی چرا نیومده؟ حالتون خوبه؟ چطور مگه؟ بنده قربانی هم دیگه. پس سیبیلت کو؟ امروز صبح زدم، یعنی اینقدر عوض شدم؟ تو هم وقتی رو وردی ها، نزدیک بود با قدیری اشتباه بگیرم. قدیری کیه دیگه؟ عید قربان، عید قدیر. بله؟ هیچی، داشتم فکر میکردم کدوم عید برای زن گرفتن بهتره. چند تا عید داری؟ عید مبعث، عید نوروز، عید فطر. یادم اومد،
بهترین وقت زنگ گرفتن عید فطره. الو داوو خودتی؟ بزنی سفید مال من 10 میلیون نه باشه 20 تا من حرف تو رو قبول دارم عزیزم. چکه تو بنویس بذار پیش عمو غلام. چکه بلا پیش عمو غلامه قربون آدم چیز فهم. مسخرم معلوم از کدوم گوری هستی؟ جانم یکم برنامه عوض شده اومدی مکانیکی 2 میلیون دلار رو گرفتی خونه نرو بیا اینجا. الان کجایی؟ کنار شوفاژ رختکن استادیوم. اونجا چی کار میکنی؟ آخه این دوتا کمک داور رو گفتن باید گرم کنی. همه جون منظورشون نرمشه. چجوری؟ شما ها که نگفتین؟ بابا ورجه ورجه کن. خوب شد گفتی. امیر باشون گرم بگی و شک نکنم. خیلی خوب. آقای پتری خوش میگذره؟ چه عجب قربان. گفتم هنوز 2 میلیون دلار رو نگرفته. بلکل ما رو فراموش کرده. اتفاقا شما ها باید هوای بنده رو داشته باشین جانم. اگه شما هم یک کمکی بکنین و هوای حقی رو داشته باشین. فهمیدم تو هم وام میخوای، میخوای زن بگیر. از کجا فهمیدین قربان؟ اخه میدونی نمیدونم چرا همه میخوان با پول من زن بگیرن. تو چی نمیخوای؟ قربان مگه یادتون رفته من که دوتا دارم. میدونم منظورم تا سختشه. سختش؟ سلام میبشی که خودم نتونستم دنبالت بشی. رفتم دنبال نماینده فیفا کیفرم دیدم. کیف؟ کیف دلارا؟ ای شیطون تا یکی دو ساعت دیگه 2 میلیون دلار میزنی تو رگ. چرا همچین میکنی؟ مؤدب باش جانم. پسر تو متوجه نیستی؟ تو معالجه شدی؟ خوره قبلنا خیلی آروم میزدم. حالا که اینطور شد معطلش نکن خسرو. 200 میلیون رو آخر همین بازی بده که باستا بشن بگیر. 200 میلیون؟ خسرو جون من روش حساب کردم. مگه چند تا زن میخوای بگیر؟ اذیت نکن خسرو جون دیگه دلخور میشم. من ناسلامتی هم رفیقتم هم رئیس کمیته داوران. پس شما منظورم اینه که خوب شد روشنم کردی جانم. خیالم راحت باشه. راحت راحت جانم. الو پرویز من الان تو استودیو را. نه تو یه ساعت دیگه شروع میشه. هستی سفید مال منه ها. 15 میلیون نه. به نام خدا و با سلام حضور شما علاقمندان به فوتبال، امروز شاهد فینال جام حذفی هستیم که به قضاوت بهترین داور آسیا برگزار میشه. حالا دیگه با داشتن داورایی مثل خسرو ماجدی در قله داوری آسیا قرار داریم. امروز نمایندگان فیفا هم در استادیوم حضور دارند تا بعد از پایان بازی جایزه 2 میلیون دلاری خسرو ماجدی بهترین داور آسیا را بهش اهدا کنند. نوش جانش، گوارای وجود. داور کاپیتان های دو تیم رو دعوت کرده تا با شیر یا خط معلوم کنه توپ در اختیار کدام تیم، سفید یا صورتی. الان که 10 تومانی برای شروع بازی حرف اول رو میزنه. آقای ماجدی این چیه؟ 10 تومانی دیگه. نکنه با این میخوای شیر یا خط کنی؟ شیر یا خط؟ من جانم شیر یا خط قدیمی شده. گول یا پوچ میکنی؟ قربونه این فکر آبی خوشم با. دماغ سیکه. قانون بین المللی و فیفا یعنی شیر یا خط رو با یک بازی ملی که همون گل یا پوچ خودمون باشه عوض کرد. بی خود نیست که بهترین داور آسیا شده. 2 میلیون دلار نوش جون. میگم لیلا گوارای وجوده. ببینید داوره چقدر شبیه اون دامادی بیارزمونه. کاش یه ذره از عرضه اینو اون داشت کوفتش بشه. آخر بازی قراره 2 میلیون دلار بهش بدن. فهمیدم. کوتاه کن یه پس ارزی مناسب رو به جا. این همون کاریه که میخواست بکنه. خودم کار چی؟ وقتی مطمئن شدم بهتون میگم. دو نفر دیگر رو جا میذاره. یه ضربه عالی با پای چپ. توی دروازه، توی دروازه. چیکار میکنی داور؟ آفساید بود. کمک دادم که پرچمشو برد بالا. کمک داور هم پرچمشو بالا برده. اما داور داره باهاش صحبت میکنه. بابا این کاپیتان صورتی خیلی بچه باحالیه. خیلی جالب زد، کیف کردم.
تازه داره فوتبال خوشم میاد. اما آقای ماجدی آفساید بود، گل قبول نیست. ای خود هرگیر نکن حالا تو میگیرم ها. مگه تو وام ازدواج نمیخوای جانم؟ ها گل قبول شد، یک هیچ به نفع تیم صورتی، اما به نظر میاد طرفداران و کاپیتان تیم سفید اعتراض دارن. قسم مگه قرار نبود تو به نفع سفید میگیری؟ تو که همش داری به نفع صورتی میگیری. که یه ساعت پیش با رجب اون دوست بدحالشون زدن بیرون. شما نمیدونین کجا رفتن؟ من کجا بدونم خانوم؟ شده. خدا کنه مصدومیت آقای حقت بود تو پرت کلت تا دیگه اینطوری داوری نکنی بی معرفت. ضربه سنگینی بود که از سوی کاپیتان تیم سفید شلیک شد. کسی ندونه فکر میکنه این به تلافی گلیه که داور به نفع تیم سفید گرفت. خدا از سر تقصیراتت نگذره اصغر. زمینه گرم بخوره رجب. کجای لیلا آقا؟ آقا با شمام. بله میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ شما جون بخواه آبجی، مگه میشه یه آدم جنتلمن خواهش یه خانم با کلاسی مثل شما رو رد کنه؟ امدادگران دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن. خدا کنه مصدومیت آقای ماجدی جدی نباشه. درود بر این داور با غیرت که با وجود مصدومیت با ایثار تمام به بازی برگشت تا پاسخگوی اشتیاق هزاران تماشاگر مشتاق. آره واقعا جون دنگلا نوش جونش. یعنی چی؟ چه میدونم هر کی از برد از پسرش که من حواسم به پولاست. نری چیکار داری؟ یه خواهشی ازت داشتم، بیا بالا غیرتا این روی ما رو زمین ننداز. خیلی خوب جون بکن بگو. ببین من چورت نزن بگو. گیر این یه تا زیپم، بیا مردونگی کن و اینو بکش بالا، ما بریم پی بدبختیمون. خیلی خب بیا جلو، بیا جلو ببینم. اگه من زورشو داشتم این همه راه رو بیام که خودم کشیده بودمش بالا. یه پاس ارزی مناسب و به جا. کی بود؟ هیچی مزاهم. خوب میبینه. چه خبر اوزا چطوره؟ کجای کاری آخرای نیمه اوله. یه پاس کوتاه. متعددم خودش صاحب توپ میشه. یعنی یه نیمه دیگه به اون حرکت میکنه. پولدار میشه. همه چیو فهمیدم. نامزد من جای شما رفته اون جایزه رو بگیره. پدرش شدم. نه تو رو خدا خون پدر مادر نداره که. بی پدر و مادر. خدا کنه به موقع برسم جان. نباید جایزه منو بگیرم و دره. نمیتونین اینجوری بگیرم. در این ثانیه های پایانی نیمه اول صورتی دو سفید چه؟ شما فهم کنین من جلسته میگیرم. برو خود بابا برو خود بابا برو خود بابا سانت رو انجام میده، کوتاه کار میده. حالا یه ضربه خطرناک، اما چه شانسی داره این تیم صورتی؟ همه چیز امروز به نفع صورتیه. این هم سوت پایان نیمه اول این بازی مهیج. صورتی دو سفید صفر. را بیا فریم رجب. را بیا فریم کجا؟ استادیوم. اصغر نگیرنمون. بابا اونجا شلوغ پلوغ پیدامون نمیکنن. بعدم باید بریم هوای امیر و پولا رو داشته باشیم. را بیا. با
سلام بس آقا بینندگان و علاقمندان به فوتبال قربان بیعزه اومد تو میگه من ماجدی ام میلیون دلاری خسرو ماجدی داور بین المللی فینال جام حذفی خواهیم بود خودم هستم جانم خوشبختم منم علی دایی کاپیتان تیم ملی وحید هاشمیان مهاجم بایرن مونیخ مهدی مهدوی کیا هافک بوندسلیگا ندیدیش؟ نه میگم شاید رفته تو گرفتی گیر دومه هست اتوبات کرده بازار سیامو دو نمیشه آقا نمیشه دستم کرد دستم به دامنه من باید برم تو من ماجدی هم منو دزدیدن این خیالش منم تو زایشگاه عوض کردن وگرنه الان هیکل آرنولدو داشتم جم من ماجدی داور بین المللی هم جانم چه خبره سرکار جناب سرکار این میخواد با این سلامتش بره تو جناب سرکار من خسرو ماجدی هم یه نفر که شباهت عجیبی من داره توی زمین فرستادن که جایزه منو بگیره تمنا میکنم جانم خواهش میکنم ما نباید چنین اجازه کاری رو بدیم خواهش میکنم کمکم کنید به خود دستم میگم دلخواه باور نمیکنین متوجه موقعیت خودتون باشین جانم چرا باور کردم جدی میگین جانم سکان بذار بره تو بی آزاره یارو حالا چیکار کنی؟ حتما میخواد بره پیش ناسوتی باید جلوشو بگیریم بله پاس ارزی خوبی رو میفرسته که وسط راه صورتی ها ارتباط رو قطع میکنه حالا مجددا توپ در وسط زمین به گردش در میاد عجب سوت به جای هیچ خطایی از چشم این داور تیزبین دور نمیدونه نمیدونم از این فاصله چطور این خطا رو تشخیص داد چشش نزنیم چشم عقاب داره دو میلیون دلار نوش جونه حالا ببینم چی شده جانم شما سوت زدین از من بپرسین چی شده سوتتون عالی بود آقای مجدی بیا ببین محکم زدین جام نوش اشکک چی بود؟ این حالا کارت زرد نشونش میدین یا قرمز؟ کارت هم کن حالا هیچ کارتی داده نشده احتمالا این داور دو میلیون دلاری و مبتکر باشو باشو اینجا بیا جراته حالا بزن همون جایی که زد بزنم؟ بزن جا خوشبختانه تا مجدداً ارتباط ما با شما برقرار بشه مورد مختصر مرکز زمین هم رفع شد و خدا رو شکر جز یک نفر هیچ کس صدمه ای ندید بله با از خودگذشتگی ماجدی بازی به جریان افتاد این پاسخیست به اونهایی که میگفتن این داور از خود راضیه دو میلیون دلار نوش جان بله خطا گرفت ای نامر چرا خطا میگیری؟ اسم خودت هم گذاشتی داور همه شب داری به نفع صورتی میگیری آی مجدی کاشته یه ضربه یا دو ضرب یعنی چه که یه ضربه یا دو ضرب یعنی که با یه ضرب بزنیم یا دو ضرب هر جور دلت میخواد بزن جانم فقط سی ضرب نباشه وا یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه به نفع تیم صورتی با این فاصله کم با دروازه میتونه ضربه خطرناکی برای تیم سفید باشه گل 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 بیچاره شده بدبخت شدن جلو جوابی من دستم آخجون دمت کرد دمت کرد سه به هیچ تو اینجا چیکار میکنی؟ من قرار نبود بارا را خالی کنی؟ تو را سنه نه؟ منم ماجدی بارا بابا حال نداریم بسی که تنه میخاره ها عمو من حال میزونی ندارم به جای این ماجدی نامرد میزنم فکر تو رو میارم جانم ببخشید جانم عذر میخوام اشتباه شد ببخشید با. من تو تعمیرگاه بابا
بابا زود باش بیا اینجا دنبالم، یه ماشین بگیر بیا دنبالم. تمیز کن. بعدم برات تعریف میکنم، باید بریم استادیوم. آخرای بازیه بابا جون. بابا اونی که تو استادیوم امیره، زود باش بیا. اگه شده مغازه‌مم بفروشم، طلبتون رو میدم. یعنی منو قبول نداری؟ اصلا نمیدم. میخوای چیکار کنی؟ کجا رو میگی؟ آقای ماجدی، از وقت اضافه که 2 دقیقه هم گذشته. من چه جانم؟ سوت پایان رو نمیزنی؟ خب زودتر میگفتین جانم. خب بینندگان عزیز، به خداحافظی بایستی اصلا یکی دیگه از عجایب این بازی این بود که یک کارت هم به بازیکن خاطی داده نشد. بعید نیست فیفا تحت تاثیر این داور مبتکر در آینده کارت زرد و قرمز رو از بازی ها حذف کنه یا حداقل رنگش رو عوض کنه. بنابراین بازم میگم 2 میلیون دلار نوش جانش گوارای وجودش. Congratulations. اوکی مستر. اوکی مستر. We are very glad you get this prize. Me too. Dollar in two, eh? Thank you, thank you. Ay, Nasuti! Nasuti, come back! Nana, Nasuti! چیه؟ چی میگی آقا؟ آقای ناسوتی، منم ماجدی، اون فقط شکل منه جانم. امیر جون مگه قول نداده بودی از این کارا نکنیم و میاریم؟ آره دیگه نمیاریمت استادیوم ها. ولم بکنین آدم دوستا، همش تقصیر شماها بود. آقای ناسوتی منم. این چی میگه؟ این یه تختش کمه، الان ما میبریمش. آره این روان پریشی مطلق. ول کن آقا، زود ببرینش. شمس الله، میخوای بگم کجا تو عمل کردی؟ تانکی امکان نداره. نگرش بدی الان معلوم میشه. خسرو توی جانم خره. پس من چی میگم یه ساعت به شما؟ اون نباید جایزه رو میگه. بگیرینش. کجا در رفت؟ بگیرینش. این چه ریختیه؟ بیا بگیر بپوش. بگیر آسمان که کله پول کسی در آوری بلا کجا داری میبینی؟ من پیاده میشم. کجا؟ مگه دشت دادید؟ پلیس گفت از استادیوم اومده بیرون، بهتر تقسیم شیم. شما اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ سر هر دوتامون کلا رفت. اونی که دیشب شما رو راه داد تو خسرو نبود. پس کی بود؟ ما هم خیلی دلمون میخواد بدونیم کی بود. امیر، امیر، لیلا، امیر، لیلا، لیلا. لیلا، خدای من، چه بلای سر خودت آوردی امیر؟ همش به خاطر تو. گریه میکنی؟ نه، به خاطر لنزامه، اذیتم میکنه. تو چی؟ من گریه هم گرفته. فکر نمیکردم انقدر دوستم داشته باشی. اصغر دیگه میگم دردیم ها؟ چی چی رو دردیم؟ حتما همین دور و برا منتظرمونه. اونهاش؟ ما که بسته بودیمش. درست شد بیا. همین که به خاطر من به آب و آتیش زدی بر من کافیه. یعنی پول نمیخوای؟ پولیو که مال تو نیست نه. پس بیا بگیرش. بدش به من. باید برگردونی به صاحبه. چی رو برگردونی؟ ما صحبه بونیم. شما اینجا چی کار دارید؟ صحبه بونیم. لیلا بنش کنیم.
شمای جانم؟ کمک کنیم اونجایو؟ آره، آقا نگه داریم، همینجا نگه داریم. پس دختر من چی شد؟ بهار شد آقا ماشالله. بله، داشبورد رو میگم. زرم درده ای؟ امین جلال خالق بفرمایید نوش جونت حالا فهمیدی آفساید یعنی چی؟ یعنی که نمیتونی جلوتر از مدافع حریف وایسی و راحت گل بزنی باید حد و حدود خودتو بشناسی برای اینکه تو آفساید نباشی باید تلاش کنی از صد حریف جوان مردانه و بدون خطا بگذری آفساید یعنی اینکه به حق خودت قانع باشی و حقوق دیگران را پایمال نکنی تا تماشاچی قبولت داشته باشه قبول دارم آقا ماجدی ما سوتی دادیم و رفتیم تو آفساید هم شما باید ببخشین هم لیلا خانم هم بابای لیلا که میدونم دیگه لیلا رو به من نمیده چون من لیاقتشو ندارم اما به خدا آقا ماجدی ما نمیخواستیم تو آفساید باشیم به زور حلمون دادم از همون وقتی که بابام از مادرم جدا شد و من بی سایه پدر بزرگ شدم همون بلایی که جسارتاً شما داری سر دختر گلت میاری بدت نیاد آقا ماجدی شما داور خوبی هستی و آفساید همه رو میگیری اما داداش خودت تو آفسایدی خبر نداری تو کتاب داوریت نوشته بودی داور خوب کسیه که تو زمین به نفع خودش سود نزنه تو زمین زندگی چه آقا ماجدی جواب اون داور هستی رو چه جوری بدیم اگه منم پول داشتم بچه‌م الان اندازه تو بود سارا خانم سلام آبجی پس حقیقت داشت امیدوار بودم که دروغ باشه نگاش کن یه جورایی این خودت قبل از اینکه پول دار بشی قبل از اینکه شهرت باعث بشه ما رو فراموش کنی بیا بریم دخترم اینجا جای ما نیست مامان صبر کن مریم دیگه نمیخوام تو زندگی فقط به نفع خودم سود بزنم این ماجرا باعث شد یه کارتم به خودم بدم اگه منو ببخشی کارت زرد یعنی یه فرصت دیگه اگه نبخشی کارت قرمز و اخراج نگران نباش عزیزم حتما قرمزه زندون سیبیلات در میاد منتظرت میمونم بالاخره با هم گذری یه سخت نه 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 اسم سخت نیا فقط من تو رو میخوام لیلا حتما چی؟ تو؟ تو باید با مادر بزرگ لیلا رو سیب کنی ببخشید من میخوام دم شیشه بشیم بشین تو
خانم محترم مشکلی پیش اومده؟ شما؟ فتوله هستم صاحب سه تا توبر دونف که انقره میشه چهار تا در خدمتم. بیا بریم بابا. تو برو من بعدم میام. برو برو. ببخشید آقا فتوله، شما که طرفدار تعدد سوپر هستین یه وقت طرفدار تعدد زوجات نباشید. بیا بیا امیر سرخوش‌زاده منم. وسایلاتو جمع کن بیا اتاق رئیس. آزادی. اشتباه نمی‌کنی؟ من حالا باید تو زندان باشم. شاکی رضایت داده. فقط دو دقیقه مونده. یعنی از خرج جون اشتباه میکنی. ببین میشه 1,842,000 5,000 به عبارتی بده من رجعت این ببین بابا خره دلار رفته بالا میشه 2,745,710,000. نه دیگه ببین عزیز من بابا اینها 2,002,000,000 نه در تا میشه بابا 2,340,000,000 8,825,000,000 اگر 10 بر 1 کنیم 8 رو به اضافه 9 کنیم از اون برگه این اگه 8 بشه 64 تا بعد میشه 1,895,000,000 اگر 10 بر 1 کنیم از اون برگه ضرب در 7 کنیم میشه 125 تا رجا ها آه نه نه اسخر نه اسخر من 250 اسخر 250 کیلو نمیتونم بزنم یه ضرب 250 کیلو گرم نمیتونم نمیتونم اسخر یه ضرب 250 کیلو گرم نمیتونم اسخر نه اسخر من 250 کیلو نمیتونم